مجتبی سمینژاد در قمار عاشقانه با اشاره به بازداشت‌های گسترده معترضین به نتایج انتخابات مشکوک ریاست جمهوری، معتقد است دستگیری شهروندان که همچنان به طور جنون‌آمیزی ادامه دارد نشان از خشم کسانی دارد که انتخابات را در شمارش به زعم خودشان و به دست خودشان بردند. شاید بتوان به مجریان کودتا حق داد که تا این حد عصبانی باشند و تا این حد رفتارهای نسنجیده و نابخردانه ای از خود بروز دهند. هر روز در حال شنیدن اخبار بازداشت هستیم. آنهایی هم که خبر بازداشتشان را نمیخوانیم خوششانس بودند که زودتر از خانه رفتند و دست کسی به آنها نرسیده است که اگر دستشان برسد ایران را هم بازداشت میکنند. گرچه بیایید قبول کنیم که سرزمین مادری من در بازداشت اینان است. بازداشتی که به وسیله تقلب در انتخابات و به ضرب گلوله و با ضرب و شتم مردم به دست آوردند. کافی است در مرزهای کشور یک تابلو نصب شود که روی آن نوشته شود به زندان ایران خوش آمدید. هادی سلیمانی در وبلاگ بحر ضمن معجزه خواندن روز 22 خرداد و پیروزی محمود احمدی نژاد، اعتراضات و تشنجات بعد از اعلام نتایج را سازماندهی شده توسط اصلاح طلبان و دارای هدفی خاص توسط آنان ارزیابی می کند و می نویسد: معجزه 22 خرداد جریان پشت سر موسوی را وادار کرد باطن خودش را روز به روز آشکارتر کند، اگرچه تحرکات غیرقانونی آنها مشکلاتی را پیش آورد. میرحسین امروز مهمترین دغدغه‌اش سرکوب یک جریان عظیم و عمیق اجتماعی است که به میدان آمده است تا از استحاله انقلاب و نظام جلوگیری کند. در روزهای آینده خواهیم دید که چگونه جریان اجتماعی عظیم و عمیق برآمده از انقلاب اسلامی جریان متوهم، خودشیفته و ساختارشکن را مثل کفی خواهد شست و برگ زرین دیگری بر حافظه تاریخی ملت انقلابی ایران افزوده خواهد شد. بخش امروز در وبلاگ‌ها منتخب وبلاگ‌های فارسی زبان است که به مسائل گوناگون می‌پردازند. وبلاگ‌های شما را با همکاری دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا و کتابخانه کنگره آمریکا آرشیو می‌کند و آدرس اینترنتی URL آنها را در وبسایت قرار می‌دهد. با پست کردن هر مطلب جدید آن را برای ما ارسال نمایید تا ما آدرس آن را برای هر وبلاگ آرشیو شده ایمیل کنیم. انعکاس وبلاگ‌ها به آن معنا نیست که این شبکه خبری به گونه‌ای آنها را مورد تایید قرار می‌دهد. بخش امروز در وبلاگ‌ها منبعی است برای گرفتن نبض فرهنگ و مردم ایران.